سلام دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم به یه دونات فروشی که توی مرز نزدیک مرز آمریکا و کانادا دلتا، و توضیحاتش رو شما بفرمایید. وقتتون بخیر. اولا که من کچل کردم، موهام داشت میریخت، موهامو زدم که تقویت بشه، بعد برای این که دیگه یه ذره مو باشه تو صورتم یه ریش پروفسوری هم گذاشتم. بالاخره قیافه من تحمل کنید تحمل کنید تا موهای من تقویت بشه. بعد اومدیم اینجا کریسپی کریم. کریسپی کریم یکی از شعبه های کریسپی کریمیه که توی آمریکا هستش. این فروشگاه کارشو حدوداً 84 سال پیش شروع کرده با درست کردن دونات ها دونات آمریکا. بله، توی آمریکا دونات های خوشمزه. بعد توی این 84 سال 1000 تا شعبه داره. میشه گفتش که مثلا در مقایسه با استارباکس خیلی قوی برخورد نکرده، ولی خب 1000 تا شعبه داره، تو بیشترشون توی آمریکا هستن، ولی سایر نقاط دنیا هم داره. سود سالانه‌ش رو من نگاه کردم 500 میلیون دلار زده بود، یعنی برای هر شعبه از این 1000 تا فقط 500 هزار تا میرسه، که خیلی قابل توجه نیست برای همچین فروشگاهی که 80 خورده ای سال داره کار میکنه. مثلا استارباکس رو اگه مقایسه بکنید که فقط 50 سال داره کار میکنه، 30 برابر بیشتر از این شعبه داره تو دنیا، یعنی 30,000 تا شعبه داره و سودش هم 60 برابر بیشتره. واو. یعنی اصلا دیگه خیلی خیلی زیاده. حالا کی وارد کانادا شده؟ از سال 2001 اینجوری که نوشتن وارد کانادا شده، یعنی خیلی مدت زمان زیادی نیستش، تقریبا 20 ساله که وارد شده. اول اونتاریو بوده که حالا اینجا هم یه شعبه زدن. بعد اول میگم فقط با دونات شروع کرده که حالا کم کم کافی هم اضافه کرده و کافی هم داره تبلیغ میکنه که کافی هم بفروشه. تقریبا بیزینسش رو من نگاه میکردم، رشد بیزینس شبیه به تیم هورتون کاناداییه. تیم هورتون مثلا 5 برابر این شعبه داره، یعنی 5000 تا شعبه داره، ولی خب تیم هورتون هم سودی که داره نزدیک به اینه، یعنی برای هر شعبه میانگین 600,000 دلار در سال سود داره. حالا بریم ببینیم که چه جوریه و یه دوناتی هم بگیریم و امتحان بکنیم. بریم؟ بله بریم. Let's go. فعلا. خب همه صف وایسادن که برن تو. اینم لاین تولیدشونه. حالا میریم تو میبینیم. حتی تولیدشون هم گذاشتن بیرون، همه دارن میبینن که چجوری تولید میشه دوناتا. خیلی خوشحالی اومدی دونات بخوری؟ خیلی خیلی زیاد. با کافی؟ من کافیشم میخورم، دوناتشم میدم به شما، من اضافه وزن دارم. کچل هستم، اضافه وزن دارم دیگه، چی میخوای؟ گفت دیگه هیچی دیگه. همین یه دقیقه ای که اومدیم پشترمون پر آدم شد، به صف طولانی شد. خط تولیدشونه، مثل یه نقاله است که دونات های امیرش میره روی نقاله ها. از روی این نقاله ها میاد میفته توی این روغن و شروع میکنه به سرخ شدن، و اینجا سرخ میشه، اینجا از تو روغن در میاد بیرون. و
اول این سمتش سخت میشه، بعد اونور یه دونه پره ای داره که برشون میگردونه که این ورشون هم سرخ بشه. اینجا اونایی که مشکل دارن یا خوب سرخ نشدن، کج و کوله شدن رو بر میداره. آیسینگ روشه، آیسینگی که روش میاد که اینجا دیگه خیلی براق و خوشگل میشه. بعد اینکه آیسینگشو میزنن میره اون سمت و اونجا چیزای مختلف روش میریزن، حالا بعضی ها روش شکلات میریزن روش. احتمالاً قدیمی‌ترین عکسشونه. این نشستن هم اینجا دارن که به خاطر شرایط کرونا بستن اینجا رو. قبلا میشد اینجا نشست و همینجا خورد، ولی بستن همه شد. مردم میان میگیرن و میبرن با خودشون. مزه‌های مختلف دونات، دونات هامونو گرفتیم، حالا منتظریم که کافی هم بگیریم و بریم. و 12 تایی جعبه هایی که هست، نگه نشون بده جعبه شو، جعبه هاش 12 تاییه که 12 تایی که مختلفه. چند قیمته؟ چند؟ 12 تاش 16 تا. خب من کافیم هم گرفتم، نرگس هم که این دوناتاشو گرفت. قیمتاشو نگفتی؟ چرا، 12 تاشو 16 دلار. خب آخه کافی داشت. نه کافی کم بوده، میخوام کافی رو کم کنی. کافی 1.95 دلار. خب پس کافیش 2 دلار بود، 12 تا از اونم دادن 14 دلار، که البته احتمالا یه پول تکس هم بازم کم شده دیگه مثل همیشه، درسته؟ 2 دلار. بله، پس دونه 1 دلاره، دوناتا دونه 1 دلاره، میشه 12 دلار.
$2 هم مالیات به دولت کریمه، $2 هم کافی برای من. بریم فعلا. بفرمایی. به به چه بویی داره؟ تازه است. تازه تنور در اومده. آره دیگه همین الان خودمون هم دیدیم تازه. بریم امتحانش کنیم ببینیم چه مزه‌ای داره. بریم که لسکو منم کافیش امتحان میکنم میگم بهتون. آره که بریم تو ماشین کنیم. برو امتحانش کن ببینیم چه مزه‌ای میده. بله ببینیم، من همیشه بیرون کافی های استارباکس و تیم هورتون رو میخورم که برای من همیشه استارباکس نمبر وانه، بهترینش استارباکسه، ولی تا الان هیچ موقع کافیه. استارباکس هم آمریکاییه همون دیگه. بله استارباکس آمریکاییه، تیم هورتون کاناداییه، ولی استارباکس کافیاش واقعا خوشمزه. آره خیلی خوبه. ساندویچ های خوبی هم داره. بله کریسپی کریمو تا الان امتحان نکردم، حالا برم ببینم، ولی بوی خوبی داره. رنگش هم اینه بلکه، یعنی وقتی میگیم بلک یعنی که هیچ چیزی توش نزنید، نه شکر میخوام، نه شیر میخوام، نه خالص کریم. خالص. آره فقط خود کافیه، ولی من دوست ندارم تلخ باشه خیلی. نه کافی خوبی نیست واقعا، مثل استارباکس نیست ها؟ اصلا حتی مثل تیم هورتون هم نیست. خیلی مثل کافی هایی که مثلا کافی رو درست میکنی بعد میذاری یه ساعت میمونه کهنه، خیلی مزه. خب اینجا آخه به خاطر همین دوناتاش معروفه دیگه. من کافیش به نظر من هیچ نمره ای نداره، یعنی صفر اگه بدیم بهش بازم زیاده، هیچی به درد نخورد. خب بریم اونا بریم ببینیم برای خب اون چی. بریم دوناتاش رو امتحان کنیم. حالا رزبری بود و اوریو بود، لیمون بود، لیمویی بود یعنی، بعد شکلاتی بود، اینم اینا اوریجینالش بود؟ نه اینا اوریجینالش. آره اونایی که لیمویی بود، اونایی که سولاخ داره. آره اینا اوریجینالشه. بله چهار تا. اول اوریجینالش رو بخور ببین اوریجینالش چطوره. یعنی این دیگه از اینایی که کلاسیکه دیگه، یه چیزی که قدیمیه. اوریجینال توش هیچی به نظرم نداره. نه اوریژینال فقط همونه. آره اصلا فیلینگ نداره توش، هیچی نداره. آره نه فقط همون. بیفتارم من. مرسی بفرمایید. خوبه خیلی نرم و آره این مزه خوبی داره. خیلی نرم و تازه است، روش هم که آیسینگ داره. خب این کنکوری همون مثل ساده بود. بعدی من دوست دارم این لیمونش رو امتحان کنم، فیلینگ لیمو. یعنی توش باز کن ببینیم توش چی داره. توش ببینیم چی داره. کاش آره ده معلوم باشی. معلوم الان معلوم شد اتفاقا. ببین نه بله لیموه این. آره این چیز لیمویی داره. خب برو ببینیم چه جوریه. ببین بله خیلی عالیه. اوکی چه جوری بود؟ خیلی دوست دارم اینا. ترشه چون لیمو داره. خیلی خوبه. بیا. نه مرسی من هم اولی خوردم کافیه. خیلی خوشمزه. این فیوریت منه. این خیلی خوب بود. اینم با بیسکویت اوریوه. روش یه لایه بیسکویت اوریو ریختن. ولی توش دیگه فیلینگ و اینا نداره چیزی. این هم حتما مزه اوریو میده دیگه. این هم خوبه. خیلی
این هم خوشمزه. ولی خب بیسش همون یه مزه مشخصیه که اینا هم دیگه یه مزاییه که روش اومده دیگه. این رزبری توش چی داشت؟ رزبری باید داشته باشه دیگه. آه چیز رزبریه. آره اونم باز بکن که ببینیم چه خبره. اینا فیلینگ رزبریه. یه چیزایی توش داره. آره خب باره ببینیم یه امتحان بکن ببینیم چه جوریه. ولی خیلی کم ریختم قناعت کردم. روشم پودر شکر ریخته. این اینو شما سفارش دادی، شما دوست داشتی، بعد امتحانش بکن. بله حتما. چشم بفرمایید. مرسی. ببین چی شدم. آقا امکانات چرا ندارین شما؟ من کلن مثل که نسبت به این فروشگاه نظر خوبی ندارم اصلا. هیچ کدومشون. فقط اوریجینالی که خوردم یه مقداری مزه خوبی داشت، ولی این اصلا هیچی مثل این که مثلا نون خالی داری میخوری. حتی رزبریش هم طعمی نداره. آخه میدونی چیه؟ تو کلن به دونات علاقه نداری. دونات چون سرخ شده است، آره، میره تو روغن در میاد. تو خیلی به دونات علاقه نداری، ولی خب اونایی که واقعا دونات دوست دارن خوششون میاد دیگه، با مزه‌های مختلفم که میخورن خب دوست دارن. ولی خب من این لیمویی رو واقعا دوست داشتم، چون یادم میاد که تو ایران هم ما داشتیم از اینا. پس یه ذره بده حالا که اینجوری شد ببینم اون چجوری، شاید اون نظر من عوض کنه. ما از اینا تو ایران هم یه مدلشو داشتیم. نگه تا مزهشو بکنم. نه نگه از اون برش. مرسی. اوکی. چون این مزه توش خیلی خوبه، این چیز توش، مواد توش. بله خیلی خوش مره. مزه لیمو میده دیگه، مزه لیموه، مزه لیمویه که لای نون گذاشتی یه ذره شکر پاشید توش. همین واقعا مزه خوبی نداره. نمیدونم من اصلا کلا. نه تو به دونات علاقه نداری، وگرنه خب. ولی خب من به کافی که علاقه دارم. کافیش هم خوب نبود. 80 سال زحمت و تلاش و بدبخت کشیدنم صاحب این چیزو باد فنا دادی. من نظر خودم رو گفتم دیگه. بدونه. نه واقعیتش اینه که ما فکر میکنیم که چون مثلا یه چیزی حالا آمریکاییه باید بهترین چیز باشه، ولی در واقع اگه واقعیت آدم بخواد حساب بکنه میبینه که نه اینجوری هم نیست. یعنی ما تو ایران، من یه تجربه‌ای داشتم که یه دوناتی توی مترو تهران خوردم، یعنی میتونم بگم که اون خیلی خوشمزه‌تر از این بود، چون فکر میکنم که اون به ذائقه ما نزدیک‌تر بود. ذائقه همون فرق میکنه. منتها بله. خب بالاخره اینم یه چیزیه که میبینی خیلی طرفدار داره. بله. حتی با ماشینم برش کردم. بله بله. مردم میان خرید، میان وای میستن و از درایو ثرو میگیرن و آره. معلومه که خب انقدر گرفتن که دیگه اصلا تو هم نرفتن، همینجوری سفارش میدن. آره درایو ثروش هم که شلوغه دیگه. بله اون میاد و بعدیش هم ماشین هم بعدی هم منتظرش وایساده که اون بیاد رد شه. ولی خب واقعیت امر رو بخوای بدونی، ما تو ایران خیلی قنادیای خیلی پروفشنال و خیلی حرفه‌ای داریم که همین دونات رو با بهترین کیفیت درست میکنن و خیلی شیرینی‌های خوشمزه تر از اینم درست میکنن. حالا این که فقط دوناته، ولی خب تجربه خوبی بود. مثلا چیزی که تو میشنوی 80 ساله داره کار میکنه، دوست داری بیای تجربهش کنی ببینی چه مزه‌ایه واقعا. بله. و ما هم خب اومدیم و تجربه کردیم. در هر صورت خیلی تجربه خوبه بود که بالاخره بعد این همه شنیدن اسم کریسپی کریم که آمریکایی هم هست اومدیم و تجربهش کردیم و
امتحانش کردیم. آره حالا من اصلا نمیخوام بگم که مثلا این مال کجاست اون مال کجاست، به خاطر اینکه این مال یه کشور دیگه است من دوست ندارم. نه واقعا خب من مثلا همون کافی که بحثش بود، خب استارباکس هم آمریکاییه ولی خب واقعا کیفیت خوبی داره، من دوست دارم، ولی خب مال کافیه کریسپی کریم رو اصلا دوست نداشتم. شرکت هم با هم فرق میکنه. آره ولی خب میگم خود تو خود هر کشوری، تو خود هندم، تو خود ایرانم، خب به تبع شرکت هایی هستن که محصولات خوبی دارن آدم خوشش میاد، یکی هستش که نه خب مثل اون تولید نمیکنه. ولی خب دوناتاش بد نبود انصافا بخوای حساب کنی، تازه و خوب بود، یعنی بد نبود، بد خب نبود ولی یکم نبود، ولی مثلا چیزی نبود که بگی واو مثلا این چی بود، نه واقعا یه چیز خیلی یه چیز ساده نمیدونم چجوری برند شده، نه مثلا تعجب کردم من. ممنون که وقت گذاشتین اینو دیدیم. حالا اینم که ما میگیم فقط نظر شخصی ما، بله نظر شخصی ما، شاید شما دوست داشته باشید و واقعا هم احترام میذاریم به نظر تک تک شما. امیدواریم که خوب و خوش و موفق و شاد و تندرست باشید و یه ویدیو دیگه به خدای بزرگ میسپاریمتون و لطفاً لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بای.